برام یاد خدا هموطنان عزیز، پیندای خوب شبکه جهانی آریانا و کسایی که در چینل یوتیوب آریانا تلویزیون همیشه گزارش‌های ما را بیننده هستین. خسته نباشین، مانده نباشین، در هر کجایی که زندگی میکنین همه تا خوش و خوشحال زندگی بکنین. ما در این گزارش ویژه امروز آمدیم به پارک صنعتی صنایع سبز که البته در منطقه دی سبز است. فعلا ما به دی سبز آمدیم. در این پارک صنعتی بیشتر از 200 فابریکه تولیدی است. امروز خواستیم که بیاییم سر بزنیم از این پارک دیدن بکنیم و ببینیم که چقدر فابریکا فعال است، چقدر غیر فعال است، واقعا کار میکنن نمیکنن با تغییراتی که در وطن ما آمد. اما چون وقت گزارش ما باز زیاد نیست، نمیتونیم از کل فابریکا دیدن بکنیم. به یکی از فابریکای تولیدی زغال سنگ یا سنگ زغال آمدیم که زغال غنی شده تولید میکنن. خوب است که از کاروبارشان بپرسیم، از پروسه کاریشان بپرسیم، زغال از کجا میارن. حالا خب میفهمین که زمستان هم هست دیگه، ما شما ضرورت داریم به سنگ زغال هم، به چوب هم، در کل مواد سوختی. با مسئول امی فابریکه تولیدی هم میخواهیم گپ بزنیم و در مورد مشکلاتشان چی مشکلات است فعلا با تغییرات که آمده. در کل چه خوب است که شما هم بیننده این گزارش ما تا پایانش باشید. بله، خب قسمی که پیشترم براتون گفتم که ما باید دیدن بکنیم از این فابریکه تولیدی. بیایم، خوب است که ما زیاد صحبت نکنم، زیاد گپ نزنم، میریم به طرف مسئول امی فابریکه تولیدی زغال سنگ غنی شده. میخواییم که زیاد گپ بزنیم امروش. خوشبختانه که رئیس صاحب اشیف همدار هستن همینجا. رئیس صاحب سلام. صحت شما خوب است؟ صحت شما خوب است. بخیر هستین؟ زنده باشین. بسیار زیاد تشکر. همی آدم داخل فابریکه که میشه یک احساس می داشته باشه که مثلا کارگرها را ببینه که چه قسم کار میکنن، چه قسم ماشین هستن، سنگ زغال چه قسم تولید میشه. اما ما خطابال ندیدیم. ابتدا میخواییم که جناب رئیس صاحب، انجینر صاحب عبدالرحیم فیضان، مسئول امی فابریکه تولیدی هستن. بسیار زیاد خوش آمد. بسیار زیاد تشکر که زحمت کشیدین آمدین که از فابریکه ما دیدن کنین. این فابریکه 6 سال پیش افتتاح شده، 4 سال در سایه کرایی بودیم و 2 سال میشه که در این سایه آمدیم. زمین پارک صنعتی خریدیم و این فابریکه را احداث کردیم. تقریبا $1,000,000 ما در این سرمایه گذاری کردیم و خوشبختانه این فابریکه در این موقعیتی که قرار داره یک پارک صنعتی خصوصی است که توسط برادرای سکتور خصوصی ما، خود صنعتکارای ما این ابتکار شده و این پارک صنعتی را اینا احداث کردن و در این راستا در موفق قدم کامیاب کردن این پارک زحمت های بسیار زیاد متقبل شدن و یک فضای بسیار مناسب اینا انتخاب کردن که هم آب مناسب برای صنعت داره، هم از سایه ریایشی دور است، هم از سایه دولتی دور است، هم از سایه سبز دور است و فعالیت هایی که در اینجا صورت میگیره انشاءالله که مزاحم برای هیچ قشر جامعه نیست و مشکل را ایجاد نمیکنه. اما ما بسیار متاسف هستم که در 4-5 سال مارکت بسیار خوب داشتیم و سهولت های زیاد بر ما مهیا بود و او دلیلشی بود که خود مواد خامو که از معدن افغانستان تهیه میشه و زیادتر ما به زغالی که در دری صوف است و کالوری بالا داره از او استفاده میکردیم، هر سال قیمت زغال در حدود 6,000 بود فیتون، قیمت مواد خام ای پایین بود و همچنان به می ترتیب قیمت بارجامه هم ارزان بود و مواد کیمیکالی که با این مکس میشه و این غنی سازی میشه و هم قیمتاش پایین بود. ولی متاسفانه امسال دوسه تغییر دهی آمد که یکی از تغییرات عمده از این مسئله تناش بود که توسط امارت اسلامی
موتورای باربری که مواد خام و قابل انتقال میته توناژ از او را کنترل کردن، از 40 تن به 26 تن او را کاهش دادن به خاطر که سرکای افغانستان خراب نشه. این باعث شد که کرایه بسیار بالا بره، یک مشکل ایجاد شد. مشکل دومی ایجاد شد که قیمت تیل بسیار بالا رفت، اما مصرف ترانسپورت بسیار بالا رفت، و سومی که معدن در خود زغال سنگ در خود معدن هم قیمتش بسیار بالا رفت. بله جناب رئیس، صحبت ها داریم دیگه، هم با شما فرصت داریم. من میخوایم پرسان بکنم که دمی پارک صنعتی صنایع سبز چند فابریکه تولیدی است که فعال باشه؟ در حدود 200 فابریکه وجود داره که یک تعدادشان فعال است، یک تعدادشان در حال فعال سازی استند که ساختمانشان تکمیل شده، و یک تعداد دیگه شان چهاردیواری شده، در پلان است که بخیر همو شرایط برای سرمایه‌گذاری یک مقدار مناسب شوه، او سرمایه‌گذاری هم صورت میگیره. و خوبی که در این پارک وجود داره، ما قبلا از لازم خود موقعیتش صحبت کردم، قیمت های ازی بسیار مناسب است به اقتصاد بسیار طویل مدت، و دیگه خوبی که داره که از سکتور خصوصی خود ماست، از دوست هستن که خودشان صنعتکار هستن و سهولت های لازمه در اینجا بر ما ایجاد کردن. بسیار عالی. در اینجا دیگه شما سنگ زغال غنی شده بگویم دیگه، تصفیه شده نگویم، تولید میکنین. سنگ زغال غنی شده به این میگیم که زغال وقتی که اینجا پروسس میشه، یک تعداد امو گازات مضری از این خونسا میشه، اما زغال سنگ تمتنای ما اطور یک دید دارن که زغال تصفیه شده، یعنی وقتی که ما او را در یک فضای پوشیده از او استفاده کنیم مشکل ایجاد نمیکنه. زغال در مجموع که 100% تصفیه شوه، او گازاتی است که یک تعداد گازات است و سلفر است یا کرش خونسا میشه، مگر خود زغال کربن است. کربن وقتی که در فضا مشتعل میشه، کربن با اکسیژن تعامل میکنه، یک گاز جدید در فضا ایجاد میکنه که به نام کربن مونوکساید یاد میشه، و نباید زغال اگر تصفیه شده باشه یا نشده باشه، در هیچ صورت باید در فضای پوشیده، یعنی بدون بخاری از او استفاده صورت نگیره. دیگه ما امیدوار هستیم که وطنهای ما از این موضوع آگاهی کامل حاصل کرده باشند و به این فکر نباشند که زغال تصفیه شده را ما وقتی در یک فضای پوشیده سرباز بانیم، این برای ما ضرر نداره. او ضررش 100% است، به خاطر که او گاز کربن اکساید جدیدن تشکیل میده، در غیر از او گازهای مضری از این خونسا شده میباشه. بسیار زیاد تشکر. رئیس صاحب، پشت سر ما بعض ماشینا دیده میشه، اگر تو بریم کم گپ بزنیم سرش. بسیار خوب. ماشین آلات را که شما میبینین، این ماشین آلات در مجموع ماشین آلات زغال کباب است. در افغانستان عموما از زغال های خام استفاده میشه. این ماشین را ما وارد کردیم به خاطر از اینکه بتانیم برامی زغال کباب ما زغال جور کنیم، که زغال های کباب را که ما جور میکنیم، که بعدا به شما نمونایش بر شما نشان خواهد دادیم، این زغال دو خوبی داره که یکی دود نداره و دومی امو جرقه نداره، که هر دوی ازی چون هم رستوران ها در ساعت مزدحم هستن، این موضوع دوده و جرقه را خونسا می سازه که دو چیز نداره و باعث میشه که برای محیط زیست و وطنای ما مشکل ایجاد نکنه. این دیگر همین ماشین هایی هست که فقط همین زغال کباب دیگر جور میکنه و بس، این تمامش برای پروسس زغال کباب هست. این ماشین ها کلش دیگر در مجموع این کراشر هست که زغال مثلا آرد میکنه و گردش میگیریم، و دستگاه میکسر است، و دستگاه تولیدی است که دو دستگاه است، یکیش به یک شکل تولید میکنه و دیگهش به شکل دیگه تولید میکنه. هم یک زغال کباب است به چند شکل دیگه؟ بله، اشکال مختلف را تولید میکنه. بله رئیس، این ماشینا را از کجا آورده بودین؟ این ماشینا را ما 6 سال پیش فکر میکنم سال 2014 بود که از چین خریداری کردیم و به افغانستان وارد کردیم.
از چین خوب است دیگه ماشینایش که از اونجا میارین دیگه کوالتیش خوب است در مجموع کوالتی ماشین ارتباط میگیره به نوع تولید مثلا زغال سنگ یک تولید عمده است و تولید آسان است بنان ماشینری از ایره نمیشه کرش دیجیتالی جور کنن یا فول اوتومات ضرورت نیست به او خاطر ماشین های از ای خوب است منتها ساده است بله رئیس اول خویج یک زغال خاکه دیده میشه پیش از ای که سر ای گپ بزنیم این ماشین ها رو در بارش گپ زدیم اما کار نیست کار توقف است گپ شما درست است کار ما خود قبلا در پیش سر یک دستگاه کرش پلانت هم داریم که زغال از مادن به شکل مکس خریداری میکنیم باز در اوج سورت بندی میکنیم که در اوج زغال ها به سرکنده و به جغل و به بادامی گپا تبدیل میشه که به هر کدامش موارد استفاده خود داره زغال سرکنده به هماما استفاده میشه که اونا فلتر دارن زغال جغلش همطور در بخش های دیگه و زغال بادامی ازی به مرکز گرمی ها استفاده میشه و بعد از او خاکی از او میای دیجا پروسس میشه که برای بخاری های برای بخاری ها قابل استفاده می باشه فابریکه تا یک ماه پیش فعال بود ما تقریبا در حدود 30-35 نفر کارگر داشتیم و یک مقدار تولید هم کردیم که شما در داخل باز میبینین که همون مواد پخته ما اوجا وجود داره ولی بدبختانه که سه عامل باعث شد که قیمت زغال بسیار بالا بره و این همون مورال ما را به تولید ضعیف ساخت که ما دیگه به این نتیجه رسیم که ما باید تولید استاد کنیم به خاطر قیمت ها سرسام‌آور بالا رفت یکی مسئله توناژ بود که من قبلا هم راتون یادآور شدم و دیگه مسئله بلند رفتن قیمت ها در مادن موضوع ریالیتی و رفتن این مواد خام به شکل سرسام‌آور به طرف کشور خارجی که او قیمت ها را در مادن و در کل جای بلند برد ولی ما فقط برای ازی که فابریکه را فعال نگاه کرده بتانیم ما دو گزینه داریم که اگر امارات اسلامی با ما همکاری کنه یکی که فابریکای دولتی را اینا برشون باید امتیاز قائل شوه و باید امو ریالیتی را برای ما پایین کنه بخاطر که ما خود در داخل تولید میکنیم یعنی یک خدمت میکنیم یک 25-30 نفر کارگر امرای ما کار میکنه به شکل مستقیم به شکل غیر مستقیم یک ترانسپورت امرای ما مصروف میشه تا با مستلک که میرسه یعنی وسیله کار برای اکثریت وطنهای ما میشه و خوبی دیگه‌شی است که مسئله محیط زیستی جه در میان است که با محیط زیست کمک میرسانه و موضوع سومی است که قیمت پودر زغال سنگ پایین تر می باشه نسبت به زغال طبیعی که کنده باشه و سرکنده باشه قیمت از این پایین تر می آه و دیگه خوبیشی است که بسیار صفا ستره است محیط آلوده نمی سازه به پروسس شده داخل خلطای پلاستیک است خلطای پلاستیک داخل کارتن است و این پک است وقتی که ما این زغال در خانه ها استفاده میکنیم ما به یک خانه اضافی ضرورت نداریم که یک خانه اضافی باشه و تاریک خانه باشه یا مثلا آشپزخانه میگفتن اصلا این کارتن ما میتونیم مستقیما انتقال بتیم در جای بانیم که حتی در سالون میتونیم بانیم در خانه نشیمن بانیم و بسیار به شکل ستره ای را به داخل بخاری بانیم و صرف یک مایع را سر از او افزود کنیم که به زودترین فرصتی مشتعل میشه زغالایی که به شکل طبیعی از مادن میه مورد استفاده قرار میگیره یکی دود ازی بسیار زیاد است دومی که به بسیار سختی مشتعل میشه یعنی نیم سیر چوب شما در بخاری بانین باز یک نیم سیر زغال میمانین که او را مشتعل بسازه اما زغال هایی را که ما تولید میکنیم این غنی سازی شده ماده ده ای با کار رفته که ما وقتی میخواییم را مشتعل بسازیم با اندک امو ریختن مایه امو درگیران ای میشه که مشتعل شوه این خوبیش است منتها مشکلی که حال فابریکه استاد است من براتون گفتم که یک خود سرسامار به خارج میره قیمت ها را بسیار بالا برده دیگه موضوع رویلیتی است دیگه ما از دولت این خواهش داریم که ما فابریکای دولتی استیم و همیشه امارات اسلامی که ما همراهشان ملاقات ها داشتیم اینا به صنعت افغانستان فوق العاده ارزش قائل هستند و ما از خواهش ما از پیشانی است که یکی قرارداد داره به اختیار ما قرار بدن که ما مستقیما قرارداد داشته باشیم دومی که همین خود برکت که تعرفه
تابلی زغال می باشه ای را بر ما در این تخفیف بدن تا بتانیم که ما در مارکت یعنی جنس به قیمت ارزان عرضه کنیم بر مردم عرضه کنیم و یک مشکل دیگه که امسال شما میفهمین که پیسه افغانستان بلاک شده مردم پول نداره بانک پول نداره که به موچی پول به اندازه مناسبش برای مردم توزیع کنه موضوع بیکاری جمطره است یک تعداد مردم از افغانستان بیرون رفته اینی کلش عوامل است که خدا کنه عوامل موقتی باشه بالای صنعت افغانستان یک تاثیر منفی گذاشته بله واقعا کل گپا را رئیس صاحب همون تو دانه دانه بر ما شما گفت مشکلات و سنگ زغال هم چقدر گپا داشته و به نظر ما چقدر ساده می که نفر از اوج میارد یک چهار نفر کارگر داره اینجا میارش در بازار سوداش میکنه ولی یک عالم گپ داشته از کجا میایه از من میره بیشتر میخواستم بگویم که از دری صوف سمنگان میایه یا از جای دیگه ای از دری صوف میایه و زغال که ما تهیه میکنیم از منطقه در خود دری صوف یک منطقه است به نام شیخه و در شیخه باز یک جایی که خرد است به نام درویزه وریاد میکنن که شش مادن بسیار فوق العاده افغانستان در اوج است و ما این از مادن بسیار فوق العاده تیام میکنیم و دیگه شما پیشتر گفتین که هر کار مثلا زغال هم سخت بوده پروسش دیگهش ما از بشا قدیم یک ذره مثل داریم در پشتو که میگن امو ترکانه دی بیزو کار نده یعنی هر کار هنر میخواد هر کار سخت است هیچ کار آسان نیست اگر بخواین که با وجه احسن رو پیش بریم کارا سخت است میدونم شک هیچ کار همین کدام کار در زندگی آسان است هر کار هنر میخواد تجربه میخواد تخصص میخواد تخصص میخواد بشک میریم به داخل بله خب آمدیم به داخل امی هنگر همطور هست نیرسیم؟ بله بله در اینجه دیگه یک رقم یا دو رقم ماشین است که خود رئیس صحبت بکنه که مال غیر تخصصی کدام گپ نزنم از اون طرف شروع میکنیم که این ماشین که شما میبینی بالاور است که مواد خام میاره به داخل میکسر میریزه و این ماشین را که در بالا شما میبینی در این مواد کیمیاوی میکس میشه که در غنی سازی زود مشتعل شدن این بریکت نقش عمده داره و اونا به این میکس میشه به یک تناسب لازم این میکس میشه از این بالابر میان به فیدر این فیدر وظیفه داره که در اینجا ذخیره کنه و به قدر ضرورت برای ماشین آلات بتایره این ماشین هم دیگه از چین خریداری کردیم؟ تمامش خریداری چین است بله در سال 2014 از چین خریداری شده از ایالت هنان این بالابر دیگه است که موادی که اینجا ذخیره شده یعنی مخلوط شده، خمیر شده، آماده شده به پروسس ایره انتقال میده به دیستریبیوتر که او تقسیم کننده است مواد بر دو ماشین تقسیم میکنه و ماشین های را که شما میبینید پیش میریم خسم شما ببینید که چقدر یک سیستم بسیار خوب و پیشرفته دیگه میتونیم بگویم پیشرفته بله دیگه از این بالاتر فعلا در پروسس زغال بالاتر ماشینری تولید نشده و ای باز اینجا پروسس میشن که این ماشین یک شکل پروسس میکنه و ماشین یک شکل دیگره که مشتری ها باز به حسب خواهش خود از اینا باز هر کسی یک شکل خوش داره که از دیگر شکل ما مطابق فرمایش اونا باز بر از اونا تولید میکنه و عرضه میکنه توسط این ماشین ها که تولید شد ای پروسس تو اینجا دوام میکنه و بریکت تولید میشه یعنی چای رکم میبینی این کوره های هست که چهار کوره داریم هر کدام از این در حدود 5 تن ظرفیت داره باز اینمی زغال این زغال میره در این کورا خب کوره داخل کانتینر است بله این کورا جور شده در کانتینر جور شده به خاطر از اینکه ما همی خود همی جبه ازیره اگر ما از چین وارد میکردیم یعنی تنها اینمی خودش 20-20 هزار دلار مصرف میبرداشت ما در افغانستان کانتینر بسیار زیاد داریم کانتینر یخچالی که از او استفاده نمیشه سابق از خارجی ها موندن حال از استفاده مونده ما دیگه سیستم هایش
از بیرون گرفتیم و اینمی جبهش از خود کانتینر یخچالی استفاده کردیم که اقتصادی تر برای ما بفته. و این شلفای را که شما میبینین کل زغال دهی چینده میشه. بله، یعنی که بسیار اقتصادی تر دیگه تمام شد. اقتصادی بله، چون موضوع اقتصادی بودن هر چیز در تولید بسیار مهم است. هرگاه که هر کسی که در پرودکشن کاست بتانه چی کنه، صرف جویی کنه، بتانه که قیمت بر شرزان بفته، او در مارکت دست بالا می داشته. بله. رئیس صاحب، اگر بگوین که چقدر سرمایه گذاری کردین در این فابریک تولیدی خودتان؟ ما قبلا بر شما گفتم در حدود $1,000,000 ما سرمایه گذاری کردیم. سرمایه به مثلا در جایداد، در خود ماشینری، در مسائل وسایل نقلیه و سرمایه دورانی. این مرحله دیگه باز میشه خودتان بگید؟ این خود دیگه که در این شلفا چینده شد به داخل کورا میره. در اینجا در این کورا شلف میگن؟ این شلف همو الماری میگن یا شلف میگن و داخل میرن. در داخلی پخته میشه، غنی سازی میشه، باز خشک میشه، مبره بالای از این میزا میایه و ایجا باز مو داخل پلاستیک و کارتن ایگه پا میشه، رابرته میشه برای انتقال و فروشی آماده میشه. که باز ما مرحله آخرش در میجا با پایان میرسه که ما وسایل نقلیه برش داریم و ما عرضه ما با بازار قسمی است که ما در بازار نمایندگی نداریم، دلیوری سرویس میتیم. یعنی تمام مشتریمون بیشتر از 1,000 مشتری ما سال گذشته داشتیم و مشتری ها برای ما تلفن میکردن یا از طریق واتساپ امرای ما تماس میگرفتن با آدرسشون، باز ما بارگیری میکردیم با آدرسشون برشون میرساندیم. واقعا که حالا آدم اگر رقم جگرخون میشه که چرا اینجا کار توقف پیدا کرده. اما چند نفر کارمند که شما داشتین از اینجا یک لقمانان الان به طرف خانه میبردن، زندگی اونا هم از خیر برکت شما بر از اونا هم یک چیزی میشد. ما صنعتکارا به ماشینری و سر و صدا عادت هستیم. هر وقتی که ما در فابریکای خود سر و صدا را احساس میکنیم، هر قدر صدا هم بلند باشه، شاید بر دیگه مردم بسیار خسته کن باشه، ولی برای ما اینقدر خوشایند می باشه. ما اینجا فضای سکوت آرام هیچ اصلا خوش نداریم و باور کنید که در یک ماه همین سر و صدا که گم است، ما گیج هستیم، مثل که یک چیز را گم کرده باشیم با پالیم. صنعتکار همیشه از صدای ماشینری خود هر قدر دلخراش باشه لذت میبره و از رفت آمد انسان ها کار کنه. خود همین کار یک خدمت است، برای کار پیدا کردن برای مردم خدمت است. درست است که ما یک مقدار پول به دست میاریم. ما تجربه 20 چند سال صنعت در افغانستان دارم. یعنی اگر ما این سرمایه را در بخش های دیگه به کار منداختیم، در تجارت ایگپا یا بخش ساختمانی، شاید ما بسیار زیاد پول پیدا میکردیم. اما با اون شوق علاقه که به صنعت داشتیم، چیزی که ما از او بسیار لذت میبریم و تا امروز لذت بردیم که یک اشتغال زایی میکنیم، یک چند نفر کارگری که از یک ولایت ما ایجا کار میکنه، این برای ما بسیار خوشایند است و به خود میبالیم، یک احساس خوشی میکنیم که ما خداوند بر ما همه قدر یک توانایی داده که ما تانستیم برای یک تعداد امی و اموطنای خود خدمت. خدا شما رو خیر بده. زمینه اشتغال زایی گفتین، زمینه فراهم کردن کار و بار گفتین. حالا خب وضعیت ما شما میبینیم که چی رقم است. اقتصاد ضعیف است، بستلای مردم ما فریمانی نیست. رئیس مردم در وضعیت قرار داره که هر کس از مرگ گوشه شیشته چرت میزنه که چطور کنه من از بیکاری چی خواد شد. رئیس، بسته بودن همه قسم یک فابریکه مثل فابریکه شما، شاید فابریکای دیگه هم شکست کار مانده باشه، چقدر میتونه تاثیر بد داشته باشه، تاثیر منفی داشته باشه در چنین شرایط در کشور ما؟ به می تحولی که در می 3-4 ماه آمده، یعنی ما چند دستاورد هم داشتیم در پولیش، چالش هم با ما با چالش هم مواجه شدیم. دستاورد های ما ای بوده که حالا ما وقتی که از خانه به طرف کار میایم بسیار مطمئن، اصلا هیچ احساس خطر نمی کنم و هیچ سوال برم پیدا نمیشه. یک موضوع. موضوع دومی که وقتی در ادارات دولتی میرم با موین صاحبا و وزیر صاحبا که مجلس می داشته باشیم، این مجلس ها بسیار خودمانی است و امو پالیسی حرف و عمل است که هر چیزی را که ما پیشنهاد میکنیم
در ظرف یک ساعت دو ساعت نهایتش یک روز اگر تال بخوره مشکل معلم میشه، جنبه عملی را میگیره. فساد وجود نداره. و دوم خوبیه که در امارت اسلامی وجود داره، حاکمیت است، حاکمیت وجود داره، یعنی امر و احکام و ایگپا قابل تطبیق است، همه تطبیق میکنه. ای امو جنبای مثبتی تعول است، ولی جنبای منفی ای است که بدبختانه من هم میفهم چرا پولای ما را 13 میلیارد دلار بلاک شده. ای خود از این پول کم نیست، یکی از مشکلات کلان همی است، مشکلات کلان است. خب ما انشالله به می امیدواریستم که رهبری فعلی افغانستان انشالله متوجه این مشکلات هستن و ما امیدوار استم که در نزدیکا انشالله ما یک تحول شایدش خود بودیم که این سه سهولت ها را که به دست آورده ایم یک دو سه چالش که است، این چالش ها هم حل شوه و جامعه جهانی امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. انشالله که خواست هایی را که جامعه جهانی داره در حال تطبیق شدن است و ما امو شواهد و علائمش را میبینیم. در دوره گذشته حکومت امارت اسلامی ما تلویزیون نداشتیم، رسانه نداشتیم، خانما کار نمیکردن و امثال هم در پانتون نمیرفتن، مثلا در مکاتب نمیرفتن، ولی آل ما حداقل 50% 60% میبینیم که نمی تغییرات آمده. خود روح اساکر امارت اسلامی بسیار دوستانه است، بسیار صمیمانه است. وقتی که ما در کمربند ها استاد میشیم و ترای ما تلاشی میشه، شما هم شاید بدین حالی که بسیار معذرت میخواین و یک خواهش میکنن که اجازه میخواین که ما موتر تلاشی کنیم یا نکنیم. اینمی یک خوشبینایی است که انشالله امیدوار میسازم طوری که یک انعطاف پذیری در قسمت با مردم ایجاد شده، یک کمه که هم با جامعه جهانی، چون حال زمان تغییر کرده، با جامعه جهانی ما از مجبوریت های ماست که باید بسازیم، چون ما از لحاظ اقتصادی دنیا با هم وصل شده، بی یکی دیگه به تنهایی زندگی نمیتونیم. رئیس از کارتنا یک تایشه ببینیم از این زغال. خب رئیس، این زغال کباب نیست دیگه، زغال کباب باز بعدن خود دیدیم. بله، این زغال برکت است که در بخاریا به مصرف میرسه. ما در بخاری یک دخانه استفاده میکنیم. بله، خصوصا به بخاری ترکی بسیار خوب است و بخاری وطنی ما هم 100% یعنی ما تا بال ندیدیم. خب شما دیگه به تولیدات وطنی علاقه ندارین. نه، مرا محکوم نکنین رئیس. خب گپی است که یعنی من ندیدیم که استفاده کنن یا میکنن یا چی رقم. بسیار موارد استفاده زیاد داره دیگه. داره دیگه. خب اینو به خاطر چی مثلا استفاده میکنن؟ این زغال خب ما پیشتر گفتم که غنی سازی شده، یک مقدار مواد کیمیاوی مفید ای شامل شده که در قسمت مشتعل سازی با این کمک میکنه، این زود مشتعل میشه، این به اکثر چوب ضرورت نداره و کم مایع ضرورت داره، اکثر از این بریزانین باز این مشتعل میشه. اصل کمالش اینه میاد و لایت میسوزه، دود کم داره. اینی خوبی هایش است. و کارتنهایی را که میبینیم، ما کارتنها را میبینیم بسیار کوچک کوچک جور کردیم، اما سوال کنین که چرا کارتن خرد جور کردین؟ سوال کارتن خرد خب پرسان میکنم باش کالی را بگویم که ای برشان ارزان تمام میشه، قیمت تمام میشه، به خاطر که ما کم دیدیم استفاده کنن. شاید او فامیلایی که ما رفت آمد میکنم او یک ذره فقیر هستن شاید. یکی خو ایس که یک تعداد هموطنای ما شماست که زیر خط فقر بیچاره کار میکنن، چی زندگی میکنن و خو اقتصادش، ما بگویم اصلا اقتصاد ندارن. اونا شاید یک مقدار چوب از بازارها یا آشغال جمع کنن بسوزانن. یکی طبقه است که از زیر خط فقر نیستن، طبقه متوسط ما برش بگیم. طبقه متوسط اکثرا این زغالای برکت استفاده میکنن، چون بسیار سهل است برشان، پاک است، ستر است، دود کم داره. مثلا بخاریشان در یک زمستان یک بار هم ایره نمیتکنن، سهولت ایجاد میکنن، سهولت است. و کارتنهای خورده چرا خورده است اینمی سر زمین پلاستیک، مثلا پلاستیک برازی است که اگه یعنی نادرست انتقال میشه، کدام تایش اگر میده میشه، پودرش باید سهر ملوث نسازه. و کارتن خورده به این جور کردیم که زغال همیشه که
هموطنهای ما استفاده میکنه، یا خانمهای استفاده میکنه، یا امی خانمهای نوجوان. باید ما وزن کارتن بسیار کم گرفتیم که اونا با بسیار آسانی بدون کدام مشکل ایر تا پیش بخاری انتقال بتانه داده و استفاده کنه. اینی چقدر اصول ما نظر گرفتن و بر از اینکه مشکل به وا خلق نشه دیگه، هم تو بسیار سبک بگیرن ببرن پیش بخاری. یکان فابریکا است که 24 کیلو 25 کیلو ایر جور کردن و قابل انتقال نیست، بسیار مشکل است برای خانم یا یک بچه نوجوان کور انتقال داده بتانه و از لحاظ سیه مشکل بر از او ایجاد میکنه. بله، خب بریم به طرف زغال کباب. واقعا که رئیس صاحب گپای خیلی خوب گفتن، معلومات بسیار خوب دادن برای ما در قسمت این فابریک تولیدی، در قسمت اما پروسه تولیدش و بالا برا و از ماشینا را که شما دیدین و ایجم ای داخل کوره است دیگه، نه گودام. این زبارا که به شکل بوجی است که حالا بسیار فرمایش برای ما آمدن، میشه که شما ایره میشه فلم برداری؟ یک رقم میخی چاکلیت وار است. آه، این دیگه چاکلیت مواد سوختی است. چاکلیت مواد سوختی. این زغال برکتی است که تولید میشه برای مرکز گرمی ها. از این ما استفاده میکنیم که فوق العاده مفید است. مرکز گرمی های ترکی و امسال جدیدن ایره ما تولید کردیم و به گارانتی را میتیم. کل زغال های ما که به مارکت میتیم ما گارانتی میتیم، در صورتی که اگر مشکل به امرایش داشته باشن ما او را واپس میکنیم دیگه برشان میتیم. بله، خب اینجا در کارتنا هست، اما رئیس بیرون هم فکر میکنم از این داره نمونه. بیرون هم نمونه داریم، این کارتنا را بی کاملا با زغال برکتی که برای بخاری هست متفاوت هست. نه این به امو کود از یام فرق داره، سی سی بی وان هست. اون عکس کباب رو میبینین، این برای مو کباب و برای اینه میا جور شده، کلشونه شما میبینین. بله. و بهترین چیز است بیرو بریم امو نمونه را در بیرو ببینیم. میره بانی بسیم. بله، خب یک دو نمونه را اینجا بیرون کشیدیم، به خاطر که اونجا تاریک بود. یک نویزی است که ما میبینین این زغال های پروسس شده است، این دود قطن نداره و جرقه نمیده. شما شاید هستین که بسیاری وقت از جرقه زغال کباب بگون جا در گرفته، مگم این نه جرقه داره و نه دود داره. بله. در محیط زیست در جایی که رستوران ها از استفاده کنن در پالویش هیچ مشکل بر همسایش ایجاد نمیشه. بله، رئیس ابن نام خدا خوب معلومات میتن، چقدر خوب معلومات میتین رئیس. بله، چیزی که میگه ده چی داشته باشیم خوب در خدمت شما هست. بخیر باشین. ای البته که از سنگ زغال ساخته نمیشه. نه. ای از پودر زغال بلوط جور میشه. وقتی که زغال بلوط در مارکت میایه یا یک سورت میشن که این پودر از این باز هیچ قابل استفاده نیست. ما به خاطر دانسته باشیم که اونمو زایات هم جلوشه بگیریم، از او ما این زغال جور میکنیم. زغال سنگ اگر این چیز جور شوه او باز مناسب نیست برای زغال کباب. دو رقم است، یکی به این شکل است، شکل دراز رقمش است، و یک رقم دیگهش هم مثل کاکاو یا مثل چاکلیت بگویم. بله، به چاکلیت های کاکاوی دیگه. چاکلیت های کاکاوی. کاکاوی سوخت برای مواد سوختی. برای مواد سوختی برای خوردن نیست. و با دو سه چهار نمونه دیگه هم داریم. این ارتباط میگیره با قالباش ده. فقط شکلش تا فرق میکنه. شکلا فرق میکنه، اما ماهیت و کیفیتش فرق. یکی است. یک چیز دیگه که دمی کبابی های شار که دیده باشین اینی چند رقمش بود، اما لازم کیفیت و ماهیتش گفتن رئیس صاحب که یکی است. در او کبابی های شار که ما میبینیم رئیس صاحب از این زغال سنگ استفاده میکنن، نه؟ او زغال سنگ استفاده نمیکنه، از زغال بلوط خام استفاده میکنه. بلوط خام استفاده میکنه. که او هم دود داره هم جرقه داره. و از لحاظ محیط زیستی او لازم نیست. در کشور برای کباب نقص نمیکنه؟ نه، برای کباب خو یک پخته کردن کار داره، مواد شمیم مواد است، منتها در کشورهای دیگه که از افغانستان شما برای این مثلا چین شوه، تایوان، تایلند، اروپا، امریکا بزرگترین تولید کننده برکت زغال کباب است که به نام بی بی کیو چارکول شما اگر سرچ کنه کمپانی رایل که سالانه به میلیون ها تن تولید داره و به کل دنیا صادرات دارن.
دیگه، یعنی در اوجا از زغال لمپ یا زغال خام استفاده نمی کنن. بله. باید حتماً غنی شده باشه. بیایم که رئیس صاحب من قسم استاس تا بریم. زغال کباب هم خب شما دیدیم چند رقمش بودن، اما از لحاظ کیفیت و ماهیت یکی بود. دیگه ای که امی خود زغال یا سنگ زغال دیگه چیز بود، ای که زغال کباب خوب شد که گپ گفتیم که حالا باز مرا محکوم نکنن، ای باز از پودر چوب بلود ساخته میشد، به خاطر از ای که نه دود میکنه نه جرقه میته، خوبیاش دمی بود. رئیس صاحب این تولید تنها با کشور خود ماست یا جای دیگه هم میره؟ ولی خب ما زیاد کوشش کردیم که به خارج صادر کنیم، چون زغال باربیکیو یک زغال که در کل دنیا چالش داره، مونتا چندین بار کوشش کردیم تا بال موفق نشدیم، اما امیدوار هستیم که بخیر همین کار. ما بیخی امیدوار هستم، به خاطر قدر با کیفیت، قدر زحمت، قدر بسیار هم ظریف. خود زغال میگن چه سیاه میکنه آدم، اما این خب از پودر چوب بلوط هم بود، نه سیاه میکنه اما بسیار ظریف، بسیار پاک، معیاری، کارتن. حتی یک دستکش یک بار مصرف همونجا ماندگی بود که بله، این زغال که ایجا تهیه میشه از پودر چوب بلوط تهیه میشه. چوب بلوط در دنیا از چوبای سخت به حساب میره، و زغال که زغال برای کباب تولید میشه، هر قدر که چوبی سخت باشه همون قدر زغالش خوبش است و همون قدر نتیجه مثبت داره در کباب پزی. دیگه زغال بلوط افغانستان خوشبختانه بسیار زیاد داره، جنگلاتش داره، مونتا اگر استفاده سالم از جنگل ها شوه که جنگل از بین نره و دوباره رشد کرده بره، کدام مشکل ایجاد نمی کنه. مارکت خوب داره، بسیاری کشور هاست که از پوستایی که میوجات و گپا با زغال کباب جور میکنن، ندارن، اما تو درخت هایی ندارن که چوب سخت داشته باشه. ولی ما به این فکر هستم که خدا خواسته باشه که همی جنگلات ما کنترل شوه، جنگلات ما هم از بین نره، چون جنگلات همیشه رشد و نمو داره. اما از امو قسمت های جنگلات استفاده شد، خود جنگل از بین نره، وقتی که امو چای مازاد، درخت های مازادی که سبز میکنه، سهر قید میکنه، اونا ما از امو استفاده شوه و ما این امی کار ادامه بتیم انشالله. رئیس در فابریکی تولیدی شما یکی خو زغال بود که برای کباب اینا آماده میشد، یکی سنگ زغال بر مواد سوختی هم هست. بله. اردوش هست نی؟ گفتیم بله. که باز فراموش ما نشده باشه، هرچند یک بار دیگه هم بله. خواستیم. اینی زغال که میبینی از لحاظ شکل اون شکل بادامی داره، منتها یه چوب بلوط نیست، برای کباب نیست. این زغال است که ما جدیدا تولید کردیم، این بر مرکز گرمی ترکی است و 100% نتیجه داده که از زغال های خام یا کرده ای به مراتب مفید بوده و کار کردش بشه آلاس. بسیار زیاد تشکر رئیس، صحبت ها شیرین است، قسم می خواهیم دگام داشته باشیم، خب وقت گذار شما تمام است. گفتنی پیام بر امارت اسلامی، بر خوبتر شدن وضعیت، اگر گپ باقی مانده سوال اگر من پرسیدیم در جریان می گزارش. من سه پیام دارم. یک پیام به امارت اسلامی دارم که تا می تانه صنعت افغانستان حمایت کنه، ولی صنعت است که هم اقتصاد می سازه و هم باعث اشتغال زایی می شه. و پیام برای هموطنایم است که شما اگر یک جنس با کیفیت پایین اتا قیمت بالا هم بخرین، پول شما از یک جیب می بره پس در جیب دیگه تان می هست. اما اگر از واردات، از مواد وارداتی بخرین، او به این معناست که پول شما از جیبتان میبره میره در جیب یک شخص دیگه میره که پس بازگشت نداره. دیگه ایست و به صنعتکارا هم یک پیام دارم. به صنعتکارا ما پیام مایی است که تا میتونیم صادقانه کار کنیم، مخلصانه کار کنیم و در کار ما شفافیت باشه، تقلب نباشه، و بکوشش کنیم که سر کیفیت زیاد توجه کنیم، البته قیمت و کیفیت اردوش، که ما بتانیم به مطانای خود خدمت کنیم، و اگر دو اصل ما بتانیم که مراعات کنیم، انشاءالله که افغانستان به زودترین فرصت یعنی صنعتی بسیار رشد میکنه و ضرورت به این نخواهد بود که ما از کشور خارجی جنس وارد کنیم. وقتی که صنعت ما خود کفا میشه، که حالا ما تقریبا در 67 سکتور ما تولیدات داریم و تولیدات ما در تولیدات خود اکثرا خودکفا شدیم،
مثلا ما در قسمت نوشابه شمالی نوشابه خارجی در افغانستان نمی به جز از یک مقدار کم انرژی مثلا آب معدنی یا پاد افغانستان نمی یعنی مثلا ما اینجا فابریکای فوم داریم که فوم تولید میکنه از سابق فوم به قیمت بسیار گزاف به یک ترانسپورتشن کاست بسیار بلند داخل افغانستان میامد مگر امروز در افغانستان تولید میشه یعنی 67 چیز ما تولید میکنیم ولی این بسنده نیست افغانستان باید چند صد قلم جنس باید تولید کنه تا از احتیاجی کشورهای خارجی و تولیدات خارجی بیغم شوند و ما امیدوار هستیم ما خود ما در اکثرا در امو کلکتیف های اقتصادی همیشه این مسائل مطرح میکنیم انشاءالله با امارت اسلامی ما این موضوعات شریک میکنیم که چطور بتانیم ما افغانستان ایتر صنعتی بسازیم که یعنی به زودترین فرصت افغانستان صنعتی شود امروز کشور چین تنها صنعت داره مادن نداره بسیار چیزا نداره ولی به صنعت خود دنیا را تسخیر کرد ما هم مادن داریم هم زراعت خوب داریم و اگر صنعت ما هم در پالوش به موازنه بیایه دیگه ما یک کشور مترقی خواهد بودیم انشاءالله بسیار زیاد تشکر تشکر از شما هم زنده سلامت باشین بخیر باشین تشکر از شما هم که بیننده گزارش ویژه ما از پارک صنعتی صنایع سبز از داخل یکی از فابریکای تولیدی سنگ زغال و در کنارش زغال برکت نامش اشتباه نگفتم برای کباب برای بخاری در قسمت در گرفتن زود یا زود مشتعلش میسازه به اصطلاح رسمیش یعنی زود در میگیره خب تشکر از اینکه بیننده گزارش شما بودین به چنل یوتیوب آران تلویزیون برین سابسکرایب بکنین لایک کنین نظریاتتان با ما شریک بسازین با امید از اینکه یک روز در قسمت صنعت ما شما بسیار دست بالا داشته باشیم زمینه اشتغال زایی برای هموطنان ما فراهم شوه کار کنن زمینه کار برشان مساعد شوه که بتانن یک زندگی خوب و آرام داشته باشن تا گزارش های بعدی خداوند یار و نگهدار همه ما شد.